بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با شارژدافیر سفارت کشور شاهی نروژ در دفتر کارش دیدار کرده است. به گزارش آژانس باختر در این دیدار، شارژدافیر کشور شاهی نروژ از دستاوردهای امارات اسلامی افغانستان در عرصه‌های امنیت، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری، تطبیق پروژه‌های انکشافی و مدیریت سیستم مالی و بانکداری یادآوری نموده و آن را در پیشرفت افغانستان مهم عنوان نمود. شارژدافیر کشور شاهی نروژ در مورد دومین نشست دوحه که قرار است 18-19 فوریه در مورد افغانستان با ابتکار سازمان ملل متحد با اشتراک نمایندگان بیش از 22 کشور در قطر برگزار گردد، به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات داده و تدبیر این نشست را برای افغانستان مهم تلقی کرد. برای بحث بیشتر روی این موضوع بیشتر بحث میکنیم با محترم سید ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب هاشمی صاحب سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. تشکر دارم، خیر سلامت باشین. جناب هاشمی صاحب، شما دیدار سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ رو با شارژدافیر کشور نروژ چگونه ارزیابی میکنین؟ الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، برادر محترم، برای شما و برای شنوندگان تان سلام و خود را تقدیم میدارم. مثل ما شما میدانیم که جناب مولوی صاحب خیرالله خیرخواه یکی از اعضای برجسته امارت اسلامی افغانستان است که در امارت گذشته وزیر داخله آن وقت بود. دازال مثلا 13 سال اینا در گوانتانامو به حیث زندانی مظلوم امرای دیگه برادرای خود تیر کردن گذشتاندن و الان یکی از اعضای ارشد امارت اسلامی افغانستان است و وزارت اطلاعات و فرهنگ را به عهده داره. لحاظا دیدارم را ایشان به نظر ما یک نوعی به اصطلاح خوش رضایی ساختن امارت اسلامی افغانستان که اینا به دوحه اشتراک بکنن و در این وقت از این نشست و از این ملاقات که اوجا میشه، این کانفرانس که دایر میشه که اینا به نفع افغانستان است و در این وقت اینا بتونن از این نشست بین المللی به نوع احسنی برای آینده افغانستان استفاده بکنن. تشکر جناب هاشمی صاحب. جناب هاشمی صاحب، کشور نروژ چقدر در نزدیک شدن امارات اسلامی با جامعه جهانی نقش داره؟ در این شک نیست که حکومت دولت نروژ که است، ما از 2012 به بعد که سعی کنیم در مسائل ای که بتانن افغان ها امرای امریکا و امرای ناتو امارات اسلامی افغانستان در باره صلح و اخراج قوای خارجی از افغانستان، در این شک نیست که یک نوع میانجیگرانه بوده و است و دائما کوشش کرده که از طریق گفتگوها و از طریق کنفرانس ها مشکلات دنیا را حل بکنه و در این وقت در مسائل افغانستان هم همین کردار را ادا کرده. دومن کشور نروژ در اروپا تقریبا اکثر دیپلماسیشان در همین حدود حرکت میکنه، کوشش میکنه که در دولت های کشمکش یا جنگ ها وجود صورت میگیره یا یه چیزی میباشه در مسائل صلح آوردن در کشور و نشست و صحبت کردن و در این چیزا رول مثبت داشته و میدارن و یکی جزی از دیپلماسی دولت نروژ است. لحاظا در افغانستان هم یک رول مثبت اینا از 2012 به بعد اینا همراه دیگر کشور ها مثل قطر و ری داشتن که میز مذاکره برای اطراف که در افغانستان تجاوز کرده بودن و از طرف مقابلی که ملت افغانستان با قیادت امارت اسلامی افغانستان علیه از اونا مبارزه و جهاد میکردن، نیازا یک میز مذاکره اینا ایجاد کرده بودن و در این مسائل زیاد کوشش کردن که این مسائل از طریق صحبت ها و نشست ها و
به اصطلاح مباحثات حل شود و این هم منجر به حل شد که اخیرا افغانستان قبل از 3 سال از اشغال خلاص شد و در عین وقت افغانستان استقلال خود را به دست آورد و امارت اسلامی افغانستان حکومت افغانستان را به دست گرفت. لحاظا نروژ یک سیاست میانجیگرانه دیپلماتیک در دنیا داره و اونا را تعقیب میکنه. بله. جناب هاشمی صاحب، در دیداری که شارژ دافیر به کشور نروژ با سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ داشته، از دستاوردهای امارات اسلامی همچنان در عرصه های امنیت، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و بقیه دستاوردها اشاره کرده. در کی دستاوردها چقدر میتونه افغانستان را به جهان و به خصوص به کشورهایی که نماینده های خود را به افغانستان میفرستند موثر واقع شود؟ در این شکل نیست، این یک واقعیتای است که حال کس نمیتونه از این انکار بکنه. یعنی که جغرافیای افغانستان به زیاد خوب رقم اداره شده و کنترل شده، امنیت در سرتاسر افغانستان آمده، پروژه های انکشافی، مردم و دنیا شاهد است که کار پیش میره. مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها در کشت و کار و تجارتش صورت گرفته، حتی معتادین مواد مخدر در حالت معالجه هستند. ایجا زیاد مشکلاتی که در ایجا 20 سال سابق از حکومت دوران اشغال مانده بود اینا رو به حل شدن است. یعنی انکشاف های مثلا پروژه های انکشافی، مثلا جمع‌آوری گداها در سرتاسر افغانستان تقریبا، و بر از اونها یک معاش تعیین کردن. این چیزایی است که کسی انکار نمیتونه. لحاظ یادآوری از این که دولت های نماینده های دیگر کشورها یا در خارج میکنن به داخل افغانستان، این همون واقعیت است که اینا نمیتونن که از اون انکار بکنن. دومن این خودش یک کلان اعتماد سازی است. یعنی اعتماد کلان مانایشی است که کشورهای خارجی، همسایه ها یا دور دولت ها کلگی به این اعتماد حاصل کردن که امارت اسلامی افغانستان را خوب اداره کرده و یک حکومت داری منظم منسجم ایجاد حکومت داری میکنن و در این وقت در افغانستان استقرار سیاسی و اقتصادی و عسکری را آوردن. لحاظا یک اعتماد کلان کشورهای خارج را سر افغانستان حاصل میکنه که نتیجه او باز انشالله در پروژه های اقتصادی انکشافی معلوم میشه، در مسائل توسعه روابط سیاسی و روابط فرهنگی بین امارت اسلامی افغانستان و کشورهای خارجی انجام میفته انشاءالله. جناب هاشم صاحب، در این اواخر دیدارهای نماینده کشورهای بیرونی با نزدیک شدن نشست دوحه با مقامات امارت اسلامی بیشتر شده، هدف این دیدارها چی است؟ هدف دیدارهایی است که اگر فکرتون باشه سال گذشته که نشستی که در دوحه دایر میشد، امارت اسلامی افغانستانی خواهش کرد که باید نماینده امارت اسلامی افغانستان در اوج وجود داشته باشه، چرا که وقتی مسئله متعلق به یک کشور می باشه که در اون کنفرانس اوج مناقشه میشه، لذا این کشور باید اوج نماینده فعلی خود داشته باشه برای حکومت فعلی که حاکم اون کشور است. پس اینا اونجا اون آن وقت مثلا دولت‌های یا مردمی که مو کشورهایی که اوج مجلس داشتن یا ملل متحد از فشارهایی که امریکا روی سر از اونا آورد، اونا انکار کردن، نماینده امارات اسلامی افغانستان را اونجا دعوت نکردن و در نتیجه آن یک سال گذشت اونا کدام نتیجه ایم حاصل نشد، چرا که اون هدفی که اونا داشتن نشد. حال امی کشورهای سیگانه و مثلا ملل متحد و دیگه کشورها کوشش میکنن که امارات اسلامی افغانستان در این اشتراک بکنه و در عین اشتراک از او یک مثبت قدم، یک مثبت چیز استفاده برای مردم افغانستان و برای کشورهای دنیا باشه. لحاظا اینا مجالس دایر کردن. به نظر من که از این خاطر که تا بتانن که افکار امارت اسلامی افغانستان هم به این جلب کنن که کنفرانس در فایده امارت اسلامی افغانستان و افغانستان است، لحاظا اشتراک مثبت و در عین وقت از این استفاده مثبت شود. بله. جناب هاشمی صاحب، اگرچه شما اشاره کردین که باید از این کنفرانس استفاده مثبت شود، حالا نشست دوحه که قرار است در مورد افغانستان برگزار شود و در آن نماینده آمریکا نیز شرکت خواهد کرد، این نشست را شما چگونه میبینین؟ با چه تفاوت‌هایی از نشست‌های قبلی این نشست برگزار خواهد شد؟ اینطور است که وجود نماینده آمریکا از این خاطر است که آمریکا خود دولت‌های دنیا هم بدون از اجازه آمریکا حرکت نمیتونن، یکی دو من خود امریکا هم نمیخواید که در مسائل افغانستان به حالت انزوا قرار بگیره. دو من پروپاگاندا و تبلیغات منفی که امریکا میکرد علیه امارت اسلامی افغانستان و کلگیش اکثریتش خلاف واقعیت بود و اکثریتش دروغ است. یعنی
مبالغه است. در این وقت برای کشورهای ثابت شده که آمریکا اهداف خود را پیش میبره، هیچ وقت در غم دنیا و در غم افغانستان نیست. لحاظ وجود نماینده ایشان خو یک به اصطلاح یکی از لازمی بودن سازمان جهانی ملل متحد و غیره دولت ها است، از خاطر که حال یک قطبی دنیا وجود داره و دستر از این قطب قیادت به دست امریکا است. لحاظا اون نماینده ایشان که اوجا می باشه، اما آمدیم که حال چه رقم نتایج ایجا ما به دست بیاریم یا چه نتایج شاید ایجا بشه. به نظر من امارت اسلامی افغانستان برش آمدگی گرفته باشن و در عین وقت اینا شرایط خود داشته باشن برای اشتراک، و در عین وقت در ضمن شرایط ایران باید امرای خود اینا تحلیل کرده باشن که اینا به چه سویه و به چه رقم و به کدام اندازه میتونن از این کنفرانس استفاده بکنن، که ما بعدا مثل کنفرانس سابقه دوحه واری امریکا در نتایجش در اخیر مثلا نتایجش را منحرف بسازه و دولت ها را از این وادار کنه که با افغانستان یک تعلقات و روابط سیاسی مثبت داشته باشن. مثل اگر شما یادتون باشه در سال گذشته نماینده امریکا بود که همو نتایج کنفرانس دوحه را بی فایده کرد به اصطلاح. اگر نه که در اون وقت هم اکثر دولت ها به این رای بودن، حتی ملل متحد هم که باید چوکی ملل متحد از افغانستان باید به افغانستان داده شود و در این وقت باید روابط سیاسی دیگر کشور ها برای امارت اسلامی افغانستان تقویه شود. لحاظ امریکا یک کمی از به اصطلاح عامیانه ما شما از خر خود پایین شده از سال گذشته کرده، از خاطر که وضعیت سیاسی و امنیتی دنیا هم ما شما میبینید در اوکراین جنگ است و در فلسطین یک جنگ ظالمانه جمع کشتار دست جمعی در فلسطین شروع شده. لحاظ امریکا هم به نظر ما امو امریکایی نیست که یک سال قبل بود. لحاظ به نظر ما که انشاءالله نتایج مثبت از این کنفرانس به دست بیاید انشاءالله. بسیار زیاد تشکر جناب هاشمی صاحب. شنوندگان محترم، ادامه برنامه بعد از یک وقفه کوتاه. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش خبرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش خبرونه با سلور دیرش خبرونه کی بحث او شننه لا مسئول و چارواکو سیاسی و اقتصادی شنونکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. حالا سیاست امارات اسلامی در قبال کشورهای جهان مشخص شده، پس چرا کشورهای جهان نمی توانند یک سیاست مشخصی را در برابر افغانستان اتخاذ کنند؟ مشکلی از نظر محترم که در دنیا که هست، حالا ریالیزم یا امپریالیزم یا ماسونیزم، اینا یک سیستم مالی و سیاسی و امنیتی خود را در کل دنیا حاکم ساخته و خواستن عالم اسلامی را زیر استعمار پنهان خود در آورده. لحاظا اینا خوف یا حراس از این دارن که ما باید از یک نظام اسلامی که قائم به شریعت اسلامی باشه به حالت کامیابی برسه، او هم به این اساسه که هیچ از نظام موجوده ماسونیزم یا ریالیزم که در اروپا و امریکا و در دنیا تطبیق است از اونها استفاده نکده. مثلا
قرض از IMF نخواستن. مثلا حکومت داری خود را با عواید خود حکومت خود پیش میبرن، مثلا امنیت خود را گرفتن، مثلا در مسائل میدیا و در مسائل سیاست اینا اخلاقیات اسلامی را استفاده میکنن. اینا حراسشان اکثریتشان از این است که مبادا یک الگوی یک نمونه بر دیگه کشورهای اسلامی باشه، که دیگه کشورهای اسلامی در بین مردم در بین ملتایش این سوال به دست بیاید که آیا افغانستان بعد از 45 سال از طریق مسلمانها، از طریق مردمی که شریعت خدا را تطبیق میکنه، در اقتصاد کامیاب میشه، در امنیت کامیاب میشه، در به اصطلاح ثبات و استقرار سیاسی کامیاب میشه، چرا دیگه کشورهای عالم اسلامی همش قرضدار است، همش اقتصادش IMF تعیین میکنه، امنیتش امریکا تعیین میکنه، سیاست خارجیش وزارت امریکا تعیین میکنه. لذا حراس عمده کشورهای چی اسلامی چی غیر اسلامی است از این است که نظام موجوده ریالیزم که در دنیا حاکم است مبادا اینا به حیث یک نمونه نظام اسلامی بر از اونا یک چالش کلان شود، سبب ازی شود که در عالم اسلامی دیگه جاها ملتایی خواهش بکنن که باید روش شریعت اسلامی تطبیق شود. لحاظا اکثریت حراس شانازی است. اگر نی در موضوع افغانستان مثل که شما گفتن سفیر ناروی صحبت کرده که افغانستان حال امنیتش خوب است، در زیاد در سهایی تو پروژه ها را تطبیق کرده که شاید در 20 سال با امکانات عظیمی نتطبیق می شد و نکست تطبیق کرد. لحاظا این حراس است که در بین غرب و شرق افتیده و از این حراس اینا قدم به زیاد آهسته بر می دارن امروی افغانستان. جناب هاشمی صاحب، حالا در نشست دوحه که اکثر کارشناسان نشست را تاثیرگذار می‌دانند، از دید شما آیا در مورد واقعیت‌های افغانستان بی‌طرفانه تصمیم گرفته خواهد شد یا خیر؟ آیا واقعیت‌های افغانستان را درک خواهند کرد یا خیر؟ والله تا نتیجه گیری خود امریکا را تعلق داره. اگر امریکا به این نتیجه رسیده باشه که روی انکشاف روابط سیاسی و اقتصادی و انکشاف یا پیشرفت افغانستان را امکان نداره و باید که اگر جلوی از این را بگیره، خود امریکا در مسائل سیاسی افغانستان یا در مسائل رفتی که به افغانستان داره به انزوا کشانده میشه، به نظر من که امریکا روی جلوی دیگه کشورها را شاید نگیره و در عین وقت برای ملل متحد هم اجازه را بده که چوکی افغانستان را تسلیم امارات اسلامی افغانستان بکنه. و اما اگر امریکا تا حال را به مو خر خود سوار باشه و امو به اصطلاح خودشان گیمی یا بازی که در طی 3 سال اخیر کردن اونا را دوام بده، باز به نظر من که این تو یک دست جمعی تغییر مثبت شاید ما در روابط دولت ها با افغانستان نبینیم. و این اگر چی شاید خال خال نقطه نقطه دولت های مثل که مثلا ازبکستان سفیر افغانستان را قبول کردن، در عین وقت مثلا چین قبول کردی تو یک دولت ها شاید بکنه، اما به صورت عموم که یک دست جمعی تصمیم بگیرنی به نظر ما به تصمیم امریکا تعلق داره. بله جناب هاشمی صاحب، حالا اگرچه شما اشاره کردین که به همه موضوعات به تصمیم امریکا وابستگی داره، پس سازمان ملل هم اگرچه به فعالیت های سازمان ملل که در قبال افغانستان بی‌طرفانه تصمیم نمیگیره، با واکنش های زیادی از سوی امارات اسلامی هم روبرو شده، میخوایم از شما بپرسم که چرا سازمان ملل بی‌طرفانه در قبال مسائل افغانستان عمل نمیکنه؟ نمیتونه، یعنی عمل نمیتونه. اگر مثلا ملل متحد، حال ما شما خود ما میبینیم که گوتریش چند دفعه در مورد غزه بیانیه های داد، حتی سفیر اسرائیل گفت که باید از سر ملل متحد دور شود. مانایشی است که اختیار خود ملل متحد نداره، به اساس منشوری که ملل متحد تأسیس شده عمل نمیتونه. یعنی خود ملل متحد به نظر ما به حیث یک گروگان زیر دست امریکا قرار داره. از چند سبب است. یک سببش این است که تقریبا 42% بودجه ملل متحد به امریکا پرداخت میکنه. وجود ملل متحد در نیویورک در امریکا، مثلا دیگه همینطور مسائل اداری و سیستمش به دست امریکا، مسائل این که به شکل ابزار سیاسی از ملل متحد در هر جا استفاده کرده، حتی در مقابل روسیه و چین که اونا یک عضویت دائمی داره در ملل متحد، خب باز هم اینا مثلا دائما کوشش کردن که علیه از اونام از سازمان ملل متحد با مختلف مؤسسات استفاده بکنه. لحاظا اینا خودشان هم نمیتونه که تصرف بکنن یا اموکار به او اساس انجام بدن، بسی که منشوری اول ملل متحد امضا شده.
با کمال تاسف که با قبل از 30 سال گذشته تا به حالا وقتی که امریکا در روسیه در افغانستان شکست خورد و بلاک شرقی شکست خورد از بین رفت، دنیا یک قطب شد و ملل متحد با همه ساختارهایش به دست امریکا افتید. سرزاد تشکر جناب هاشمی صاحب. به عنوان آخرین پرسش میخواهیم بپرسم که روابط دیپلماتیک امارات اسلامی افغانستان در مقایسه به گذشته با جهان چقدر در حال بهبود است؟ به شک نیست. ما شما مثلا اولا همین مثلا ملاقات سفیر ناروی که حالا مثلا داخل افغانستان میاین امرای وزیرا میبینن و اینا رو میدیا تقریب مثلا چی میکنن نشر میکنن و در عین وقت دیگه نماینده ها میاین، مثلا سفیر افغانستان در چین اینا را به شکل رسمی قبول میکنن، در ازبکستان همی تو دیگه کشورها روابط مانایشی است که به شکل اگرچه کنتر پیش میره لیکن میبینیم که در حالت انکشاف است و در حالت پیشرفت است. لحاظا به نظر من این همی کلی که شواهد ازی است که روابط سیاسی امارات اسلامی افغانستان با دنیا در حالت گسترش است و در حالت پیشرفت است. اما یکی یک دسته جمعی اعلان نمی کنند. من گفتم که امریکا سر همه دوسیه های دنیا تسلط داره و هر کشور را می تانه که در یک حدود تهدید بکنه که او نتانه بدون از مثلا چراغ سبز امریکا یک تصمیمی در مورد چنان کشور مثل افغانستان که اینجا امریکا شکست خورده و 20 سال جنگ کرده دیگه، این چیزی است که حاله ما میبینیم که نتایجش اگر چایسته پیش میره خب باز در حالت گسترش از روابط سیاسی امارات اسلامی افغانستان. بسیار زیاد تشکر جناب محترم سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی از این که در بحث فرصت گذاشتید. شما هم چنان و شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.